سلام بینندگان گرامی، همدیاران عزیز، نمایش نوبتی سربازی وطن را با مهمترین رویدادهای حیات نظامی کشور منظوری شما میگردانیم. بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در وزارت مدافع کشور، ساختارهای ترکیبی و نوع قشون ارتش ملی مملکت چاره‌بینی های گوناگون تشکیل و برگزار گردید. نخست گزارش برنامه در این موضوع آماده گردیده است. بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار لیسه حربی وزارت مدافع کشور جمع‌آمدی تنتنوی برگزار گردید. در جمع‌آمدی دانه رهبرت وزارت مدافع، نمایندگان کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، هیئت شخصی دستگاه مرکزی و ستاد ژنرالی قواهای مسلح کشور، آموزگاران این مؤسسه حربی و افسران و کورسانتان اشتراک نمودند. نخست رهبرت وزارت مدافع کشور با نطق پرمحتوا آید به یکی از رکنهای اساسی دولتداری یا خود زبان دولتی و همه دستاوردهای دوران صاحب استقلال تاجیکستان محبوب برآمد نموده، دایر به مقام زبان دولتی و حسن نفاست زبان شیرین تاجیکی اظهار داشت که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، بهر پایداری این زبان خدمتهای زیاده به انجام رسانیده شده است. خوشبختانه امروزها تمامی حجت‌گذاری در قواهای مسلح با زبان دولتی صورت می‌گیرد. سپس مهمانان یا خود مسئولین ساحه زبانشناسی دایر به این رکن اساسی دولتداری یا خود زبان تاجیکی برآمد نموده، حاضرین را به این جشن واقعا هم پر افتخار مبارکباد نمودند. همزمان در چاره‌بینی مذکور از جانب کورسانتان لیسه حربی وزارت مدافع قرائت شعر در وصف زبان دولتی پیشکش حاضرین گردید. در انتهای جمع‌آمد از جانب آوازخوانان انسمبل شرف وزارت مدافع کشور، برنامه وسیع کنسرتی فراگیر سرود و آهنگ‌های ناب تاجیکی پیشکش کرده شد. قابل ذکر است که بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان با سپارش رهبرت وزارت مدافع در همه ساختارهای ترکیبی این نهاد قدرتی و قسم واحدهای نظامی نوهای قشون ارتش ملی مملکت، جمع‌آمدهای مختلف و کنفرانس‌های علمی ادبی دایر گردیدند. از جمله بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در ریاست قشونهای زود عمل ارتش ملی کشور کنفرانس علمی ادبی دایر گردید که در آن مسئولین کارهای سیاسی تربیوی این نوع قشون، رهبرت کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مهمانان اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن جمع‌آمد که بخشیده به زبان دولتی در دانشکده حربی وزارت مدافع دایر گردید، در این دوره با قبول نمودن برنامه‌های رشد زبان دولتی جمهوری تاجیکستان، تحکیم پایه‌های اساسی رشد زبان دولتی همچون عامل مهم پایداری ملت و دولتداری ملی، اینچنین استوار نمودن معیارهای تاریخی و ادبی آن، کارهای زیاده عملی گردیده است اظهار نظر کرده شد. واقعا زبان یکی از عامل اساسی معاشرت انسان ها به شما رفته، اینچنین در متحد سازی قوم و ملت ها اهمیت خاصه دارد. در جریان سخنرانی ها، اینچنین در دانشکده حربی وزارت مدافع وابسته به یک قطار کارهای انجام داده در رشد زبان دولتی اظهار نظر کرده شد. از جمله با زبان دولتی ترجمه گردیدن دستورالعمل‌های متدی تعلیمی برای کورسانتان، لغت اصطلاحات حربی با زبان تاجیکی، چندی از مجموعه‌های علمی، روزنامه و مجله‌ها، تمامی سمت‌های کارگزاری و صدها موضوع‌های درسی و حجت‌های کاربری با زبان دولتی گردانیده شدند. برای تحکیم و تکمیل منبعه فعالیت هیئت شخصی قواهای مسلح، یک قطار پیشنهادات دیگر نیز ارائه گردید که دایره عملی گردانی آنها امکانی باز هم فراخ استفاده نمودن زبان ناب تاجیکی را در فعالیت خدمتچیان حربی سطح و زینه های گوناگون ارتش ملی مملکت مهیا می سازد. چنانه که قبلا اطلاع داده بودیم، از 1 اکتبر سال روان دعوت تیرماهی شهروندان از 18 تا 27 ساله جمهوری تاجیکستان به خدمت حتمی حربی آغاز گردیده. همزمان در صفای قواهای مسلح مملکت گسیل سربازانی که مهلت معین خدمت حتمی حربیشان به اتمام رسیده است متشکلانه ادامه دارد. We'll be right back.
خوشبختانه سال تا سال آبروی اعتبار قواهای مسلح در میان جامعه به خصوص جوانان افزون گردیده، توجه آن نیز نسبت به خدمت حربی بیشتر گردیده است. والدان نیز با درک مسئولیت بلند در نزد خلق و ملت و دولت صاحب استقلال از دلیری و مردانگی فرزندان خیش افتخار میکنند. دلیل این نقطه ها را در کمیسریت حربی ولایت ختلان مشاهده کردیم که بخشیده به روز دعوت شونده مرکز شهر باختر را فضای ایدانه دعوتی فرا گرفته بود. خرد و کلان شهر، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی این منطقه، نزدیکان و پیوندان دعوت شوندگان و دیگر مهمانان شرکت داشتند. در این چهارابینی با شکوه ماهیت خدمت حربی، آیین وطنداری، ادای وظیفه جوانمردی، حفظ دستاوردهای بی‌نظیر استقلالیت دولتی و در این زمینه تحکیم بخشیدن پایداری صلح و امانی تاجیکستان عزیز ضمن سخنرانی حاضرین مورد بررسی قرار گرفت. اظهار امید کرده شد که این جوانان آینده در صف قواهای مسلح نیروی خود را بهر خدمت پرمسئول نظامی صرف کرده، جهت باز هم رشد و نمو یافتن ارتش ملی سهمی با سزایی از خود می‌گذارند. در رفت چهارابینی از جانب اهل سند بهر بالیده روحی حاضرین برنامه فرهنگی فراغتی تشکیل کرده شد که طبی حاضرین را شاد نمودند. پس از انجام برنامه مکمل فرهنگی بخشیده به روز دعوت شونده، خوانندگان و دانشجویان این گوشه دیار در مکان برگزاری چهارابینی و شفت راه های شهر باختر برای برادران خود جهت انجام دادن رسالت مردانگیشان راه سفید می گفتند. در روحیه بلند احترام نسبت به خلق و وطن، جوانان شهر تورسون‌زاده نیز در قطار دیگر ساکنان جمهوری به کمیسریت حربی شهر حاضر شده برای به جا آوردن خدمت پرشرف حربی صف آراسته بودند. در برگزاری این مرکه مهم سیاسی، مقامات مسئول دعوت، پدر و مادران و اهل جماعتچگی شهر اشتراک داشتند. ابتدا جوانان را برآمد کنندگان برای چنین عزمشان در حمایت مرز و بوم کشور صمیمانه تبریک نموده ذکر کردند که جوانان محض در دوره خدمت حربی ماهیت وطن و ملت خود را به خوبی درک نموده سبق دلیری و شجاعت و صداقت میگیرند. در این ردیف نفران دیگر نیز ابراز اندیشه نموده با اظهار خوشنودی به جوانان در اجرای وظیفه مقدسشان نزد خلق و وطن پیروزی و سربلندی آرزو نمودند. در ادامه این چهارابینی به دعوت شونده ها شهادتنامه های رانندگی تقدیم کرده شد که با ابتکار مسئولین مقامات اجرایی شهر تورسون‌زاده در دایره تدبیرهای پیش از دعوتی عملی کرده شد. امروزها در جریان چهارابینی روز دعوت شونده اجرای مراسم نامگذاران به حکم انانه درآمده است که از جانب مادران عسکران بهر خدمت صادقانه و برگشت سربلندانه فرزندان انجام داده می شود. جرایان چهارابینی را همزمان یک گروه سربازان کشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی با تشکیل مشقای تنبتن که بیانگر آمادگی دائمی آنها بهر حمایه مرز و بوم کشور است باز هم رنگین و خاطرمان گردانیدند. همینطور با اشتراک سربازان جز و تامهای ارتش ملی کشور در این منطقه گذشت نظامی با زمزمه سرود و آهنگهای وطنداری و صداقت به وطن برگزار شد که انجام بخش چهارابینی بخشیده به روز دعوت شونده بود. مراسم دعوت جوانان در شهر ایسار نیز به طور ضروری راه اندازی شده. در برگزاری آن مقامات مسئولین دعوت و اهل جماعتچگی ناحیه اشتراک داشتند. ابتدا جوانان را سابقه داران جنگ و مهنت برای چنین عزمشان در حمایت مرز و بوم کشور صمیمانه تبریک نموده لحظه های خاطرمانی حیاتشان را زمان خدمت در ارتش شوروی یادداشت نمودند. همچنین ایشان قید کردند که در چنین زمانی آسایشته خدمت بهر وطن برای هر یک جوان صداقتمند باعث افتخار و سرفرازی می باشد. پیران روزگار دیده در آخر با شکرگزاری و افتخارمندی افزودند: باشد که جوانان شجاع ما هر یک قدم خود با چنین عزم گذارند و در منبت نامبردار وطن و دوام دهنده کار و پیکار با بایان خیش گردند. و
در این روز اینچونی به دعوت شونده ها شهادت نامه رانندگی در فضای تنتنوی تقدیم کرده شد که این در دایره تدبیرهای اندیشیده شده پیش از دعوتی مسئولین مقامات اجرایی شهر حصار و کمیسریت حربی آن عملی کرده شده است. همین طور با مقصدی باز هم در سطح خوب برگزار گردیدن چاره‌بینی مذکور از جانب بخش جوانان ناحیه تمرین های ورزشی و برنامه خوبی کنسرتی براه مانده شده بود. در ناحیه شهری نو با مسائل برگزاری چاره‌بینی های دعوت به مثل بسیار از منطقه های مسئولین ناحیه و مقامات وابسته ساحه توجه خاص ظاهر می نمایند. آن روز صحن حولی کمیسریت حربی ناحیه به طور ایدانه آراسته شده بود. بهر گسل جوان پسران ناحیه مذکور مسئولین مقامات اجرایی، پیران روزگار دیده، سابقه داران قوه های مسلح، سربازان نو از خدمت برگشته و دیگر شخصان رسمی حاضر شده بودند. در رسم افتتاح شرکت کنندگان این چاره‌بینی مهم سیاسی در نزد ایشان برآمد کرده دایر به ضرورت خدمت حربی، آیین وطنداری و اجرای وظیفه جوانمردی اظهار اندیشه نمودند. قابل ذکر است که در این ناحیه و عموماً در جمهوری شماره جوانان سین دعوتی یا خود ذخیره‌های احتیاطی خیلی زیادند و به این مسئولین مقامات وابسته دولتی دعوت امکانیت می‌دهد که صفت دعوت در سطح ضروری براه مانده شده جوانان سالم و بردم به صفهای ارتش ملی مملکت دعوت و گسیل کرده شوند. زیرا سطح و صفت دعوت جوانان سالم و بردم و بالایوقت با آمادگی قوه های مسلح تأثیر مثبت می رسانند. ایمایه مرز و بومی اجدادی، حفظ همه دستاوردهای بی‌نظیر استقلالیت دولتی و خدمت در صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان وظیفه مقدس هر یک شهروند این سرزمین بی‌اشتاسا و شمار می رود. این است که هفته روان در کمیسریت حربی شهر راغون چاره‌بینی روز دعوت شونده با تنتنه گذرانیده شد. آن روز جوان پسران این دیار زیبامنظر برای به خدمت رفتن در نزد بینای کمیسریت حربی صف فراسته بودند. در چاره‌بینی گسل محافظان آینده وطن، مسئولین مقامات وابسته دولتی دعوت، والدین ایشان و دیگر مهمانان شرکت داشتند. اشتراکچیان چاره‌بینی مذکور هر یکی به سخن برآمده، آید به ضرورت خدمت حربی، آیین وطنداری، سربلندانه اجرا نمودن وظیفه مقدس جوانمردی ابراز اندیشه کرده، با آنها در این راه پرشرف برار و موفقیت ها را تمنا نمودند. جدا نمودن جوانان سالم و بردم و بالایوقت وظیفه بسیار پرمسئول به حساب می رود که در این سمت بهر تشخیص و معاینه دعوت شوندگان در داخل بینای کمیسریت حربی مذکور دختران تجربه دار عمل نموده آنها با تمام شرایط ضروری معاینوی مهیا می باشند. آن روز بعد گذشتن از تشخیص طبی و ضمن صحبت با اعضایان کمیسیه دولتی دعوت جوان پسران شهر راغون برای خدمت به صف قوه های مسلح جمهوری فرستاده شدند. قابل ذکر است که همکنون این جوان عسکران در همه قسمای نظامی ارتش ملی کشور از جمله در همه جزء اتومهای وزارت مدافع مملکت در فضای دوستی و برادری یکدیگر فهمی میان هم خدمتان صداقت به خلق و وطن و حفظ همه دستاوردهای دوران استقلالیت دولتی خدمت نموده برای آنها بهترین شرایط درس و تمرین مهیا گردانیده شده است. از جمله در همه قسمای نظامی وزارت مدافع مملکت موافق به طلبات حربی برای هیئت شخصی یا خود نوسکران سینفخانه های تعلیمی، موزه های آموزشی مجهز با لوازمات ضروری، آشخانه، خوابگاه، کتابخانه، خانه دستروشویی، شهرک های وسیع ورزشی، موزه های مخصوصی صحبت‌آرایی، خانه های دیداربینی والدین سربازان و دیگر شرایط های ضروری مهیا کرده شده است. همزمان در نوهای قشونی ارتش ملی کشور باشد مرکزهای تعلیمی دارای مشقها بوده این نوسکران ضمن آموزش درسای نظریوی و هم عملی به این مشقها جلب کرده می شوند. در این مشقها نوهای قشون خیمه های مجهز با لوازمات ضروری برای دشت و صحرا، آشخانه، خوابگاه های صحرایی، پارک تکنیکی، نقطه طبی صحرایی، خانه های فراغتی یا خود فرهنگی و سینفخانه های زمستانه و تابستانه، حمام و موزه های مخصوصی دستروشویی، میدانچه های وسیع ورزشی و عموماً دیگر شرایط های ضروری برای درس و تمرین موافق مورد استفاده قرار داده شده است.
قابل ذکر است که مهیا گردیدن همه شرایط های مناسب و طلبات حربی مح ثمره دوران استقلالیت دولتی کشور محسوب یافته، جهت باز هم با طلبات زمان معاصر گردانیدن همه شرایط های ضروری در قسم های نظامی از جانب حکومت مملکت تدبیرهای سری وقتی عملی کرده می شود. رفیق بارکونی، های شخصی بریگاده بخشیده با گسولی های شخصیه که تیبکی دعوت خدمت حربی رو ادانه مودان صف و رستان. چنانه که در بالا قید نمودیم، امروزها در برابر دعوت شهروندان و خدمت حتمی حربی همزمان گسیل سربازانی که مولت معین خدمت حربی را در جزو تامهای نوهای قشونی ارتش ملی کشور به اتمام رسانیدند جریان دارد. از اینجاست که هفته روان در بریگاد دیسانتی حملهاور قشونهای زود عمل قواهای مسلح کشور چورابینی با شکوه دانه بخشیده به گسیل سربازانی که مولت معین خدمت حربی را در این واحد نظامی سربلندانه به اتمام رسانیدند تشکیل و برگزار گردید. در چورابینی مذکور مسئولین این نوی قشون و سربازانی که مهلت خدمت حربیشان به اتمام رسیده است بلیت حربی سپاریده در اجرای منبعده وظیفه شهروندی خیش یعنی در سهم گذاری بابت باز هم رشد و نموی همه ساحه های جامعه برار و کامیابی ها را تمنا نمودند. قابل ذکر است که چنین چورابینی های دانه بخشیده به گسیل سربازانی که مولت معین خدمت حربی را به اتمام رسانیدند در دیگر نوهای قشون نیز تشکیل و برگزار می‌گردد. از جمله در قشون های مدافع گرجدنی کمیته حالات های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی هفته روان بخشیده به گسیل سربازانی که مولت معین خدمت حتمی حربیشان به اتمام رسیده است چورابینی با شکوه دانه برگزار گردید. بعد از سپاریدن بلیت های حربی باری آخر این سربازان در نزد هیئت رهبری این واحد حربی رسم گذشت نظامی دایر نمودند که این نشانه از متانت و جسوری خیش و صادق بودن و سوگند یاد نموده آنها در حفظ همه دستاوردهای استقلالیت دولتی محسوب می‌یابد. بینندگان گرامی، با امید خوشی روزگار شما در اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خیر تا برنامه های نوبتی شاد و پیروز باشید.